بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسعین انه خیر ناصر و معین اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم سلام از میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان و سروران گرامی شما همراهان خوب و نازنین برنامه به وقت بیداری که به صورت پخش زنده در تقدیم نگاه شما خوبان میشه و ما برسم سه شنبه ها در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه احکام و با حضور گرم سرور عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین رسولی. سلامت و رسولی سلام علیکم خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله سلامت باشین درود خدا خوان بر شما سلامت باشین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام و سلام علی رسول الله و علی آله آل الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و همراهان همیشگی در هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جور و سحجمند و مثل همیشه ما رضای خیرتان انشاءالله فراموش نمی فرماید در خدمت تونستیم خوب است انشاءالله خیلی خوش آمدیم سلامت باشین انشاءالله ما و بینندگان <تصفح> عزیز هم حتما درخواست داریم که حال داری ساعت و روزهای پایانی ماه مبارک رجب انشالله که ما را از دعای خیلیتان فراموش نکنین محتاج دعا هستیم در خدمتان هستیم استاد با تعدادی از سوالات تقریبا زیاد انشالله که ببینیم به کجا میرسیم قبلش من پل اعتباطی در خدمت بینندگان عزیز اعلام میکنم نمبر مثبت 964 780 255 413 پل ارتباطی ما شما خوبان است و شما میتونید سوالات و نظرات و پیشنهادات با ما در ارتباط باشیم انشاءالله که کاشناسان عزیز ما حتما پاسکو خواهند بود و ما اولین بیننده عزیز ما که سوالشون قرارت میشه مثبت 93 افتاد نمبر آخر 22 99 ایشان سوال کردن که خرید و فروش افغانی در برابر ارزهای خارجی چه خمی سوال خوبی است با توجه به اینکه فعلا خوب بازار گرم است دیگه خرید و فروش دلار کلدار تومان و افغانی و فروش از اینا در این زمینه مراجع ازام تقلید میفرمایند که خرید و فروش ارزهایی که مثلا ارز یک کشور با ارز یک کشور دیگه همین مثالی که این سرور ارجمند ما گفته هیچ اشکالی نداره نداره چی خودی دلار در مقابل افغانی باشه چی در مقابل تومن باشه چی در مقابل کلدار باشه و چی حتی یک چیزی رو ما زمینه بکنیم یا یک چیز رو زیر زمینه نکنیم مثلا میگم من هزار افغانی را هزار افغانی را میفروشم در مقابل 100 دلار بله. در کنارش یک چیزی هم زمینه مثلا میگم یک موبایلی یا یک م. مطلب دیگه سه. یا یک چیز دیگه ای این رو میگن زمینه کردن زمینه کردن در اصل خودش برای فرار از ربایه خدا در کجا ربا تحقق میگیره ربا در مکیل و موزون او چیزی که پیمانه و او چیزی که وزنیه ما به تفاضل نمیتونیم بفروشیم مثلا یک کیلو گندم بفروشیم در جای چند کیلو گندم بگیریم دو کیلو گندم بگیریم مم. یا یه دو پیمانه گندم بفروشیم به جای چند پیمانه گندم بگیریم سه پیمانه گندم بگیریم پس ربا و نزول در مکیل و موزونه و رباهای قرضی که در قرض مثلا ما با شما صد هزار افغانی میدم میگم که دو ماه پاس یا سه ماه پاس یا یک ماه پاس صد و ده هزار افغانی به ما بده این ربایه آه. ولی در خرید فروش ارز بله در خرید فروش ارز خب خرید فروش است دیگه مکیل و موزون هم نیست بلکه معدوده یعنی از چیزایی که شمار کردنیه لذا اصلا ربا ایج جایگاهی نداره که ما باز بخوایم در کنارش یک زمینه هم قائل هم بگیم این با حرامه مثلا بدون زمیمه چی میشه حلال میشه نه اصلا کلا خرید و فروش عرض از مبحث ربا و نزول خارج است خارجه. شاید یه سوال به ذهن عزیزان بیه که خب بس خرید و فروش عرض شد نفر سال خمسش میرسه برای حالا چی میگیم فرار خمسی میگن برای که حالا پیسره در خمس نته میره یا طلا میخره یا میره ارز میخره دلار میخره یا کلدار میخره این چطور میشه خمس با تعلق میگیره نه خدمت تو کنم که اگر طلا میخره برای خانومش و خانومش خدمت تو کنم که به او طلا نیاز داره یعنی بالاتر از شعن خانم نیست آه. و واقعا طلا رو برای کی خریده برای خانوم خریده و بالاتر از شعن خانم هم نیست یعنی خانم تقریبا به می طلا چی داشته نیاز, نیاز داشته نیاز. در اینجا مشکلی نداره یعنی دیگه خمس واجب نیست چرا چون در اصل او را هبه کرده و داده به خانمش که خانم چی بخره طلا بخره اما در که ما نزدیک سر سال ما فرا برسه خب میگم می مثلا افغانی اگه سبب با باشه خب مجبور میشه ما یک پنجم میشه چی بتم خمس بتم شما اگر به دلار هم تبدیل کنی باید یک پنجم شه بتی اگر به تومان تبدیل کنی اگر به کلدار یا ارزهای دیگه تبدیل کنی باید حتما و حتما خمسش پرداخت کنی این رقم هم نمیشه که میگه خب یک راه دیگه هم هست میگه سر سال میشه میگه بچین بیای پندگه بگیر سر, <تصفح> سر سالش <تصفح> که تمام شد میگه بچش پندگه پس دوباره پس بده این راه های فرار از خمس و قلایی نیست و شرعی هم نیست نخیر اینا صدام تو دلار غلیز گفتین که من گفتم اگر دلار مالر هم اگر خرید کنه باید خمس بله بله مثبت 93 77 آخر 96 بیننده عزیز ماست از کشور زمان افغانستان درخواست برخی کلیپ های نیایش را داشتن که برشون ارسال میشه ان و ان که ما هم فراموش نکنون و یه ای ایام بخصوص ماه عزیز شعبان هم که در راه هست واقعا جای نیایش خیلی پر رنگ میشه ما را فراموش نکن از دای خیرتان 4 نمبر آخر 06 08. اشان سوال کردن که شخصی به من برق داده ولی مترو کنتور نم نمانده برای برقی به من داده آیا استفاده هایی که شخص میکنه زیادتر هم اگر استفاده کنه از لازم شری مشکل داره یعنی او دیگه برمیگرده به همون که با هم دیگه چی رقم داد کردن یک وقتی هست مثلا میتر نیست دیگه میتری که اندازه گیری کنه و کنتور نداره مثلا برش گفته که برادر شما مثلا سه دانه گروپ یا چهار دانه گروپ یا دو دانه گروپ یا یک دانه گروپ میتونی چی کنی؟ استفاده, کنه. کنی و خب گروپ گفته دیگه برش دیگه بعضی این بره مثلا آبگرمی رو ده چیز بزنه ده برق بزنه آه. و توسط از او آبگرم کنه و استحمام کنه و قطعا این جایز نیست یا او گفته شما چهار دانه گروپ استفاده کنی ای اتو رو در برق بزنه و خلاصه از این اتو استفاده کنه خب قطعا این امر جایز نیست, نیست. همو رقمی که ازش خواستن اون رقم چی جایز است بیشتر از اونم اگر که میخوای دوباره به کار بگیره حتما باید دو شخص در جریان بگذاره جریان یا حداقل با هم دیگر صلح کنه مثلا پیسه برق خیلی زیاد میای قال مقال و جنجال میشه و میگه تو زیاد مصرف کردی میگه تو زیاد مصرف کردی با یک صلح باید برسه همین که مصرف شاید بعض وقتا در یک دا با یک کلام بشه که همین صلح برقرار شه و اجازه گرفته شه بله 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 ولی بلی. بعض وقتا متاسفانه یک توجهات تو می نه او تو که ده حق مایه یک نفر میگفت که در خانه جرجانی بودن بو ما خب برق و کل چیز سر نفر تقسیم میشه. و ما ده اتاق خود خب یخ بود ما گفتی الیمنت ها از بخاری گرفته رو در بغل دیوار زده بودیم که همون نفر نمیدید اتاق خوب گرم پاکیزه بود چقدر افتخار میکرد که ما بله بله خود قطعا صاحب برق صاحب خانه ندیده اما الله پاک دیده بلنه. زمان دیده مکان دیده فرشتگان و ملائک دیده و قطعا فردا بر علیه از اونا چی میتن؟ شهادت میده مصبت 93 افتادش 4 نمبر آخر 34 99 بیننده گرامی و محترم ماست که سوال پرسان کردن چون جنبه خصوصی داشته به خصوصیشان هم جواب داده شده ما هم برای که احترام بانیم و با عزیزمان نمبرشان رو و همچنین مثبت 98 915 چهار نمبر آخر 43 استاد از کشور جمهوری اسلامی ایران بودن و یک سوال بسیار بلند بالای اعتقادی خب ما کم سوال کرده بودن که دیگه اگر ما میخواستیم اون سوال در اینجا مطرح کنم شاید یکی دو جلسه را در بر میگرفت دیگه عزیزان صلاح دیدن که به خصوصیشان جواب بتن و همچنین مثبت 93 77 4 نمبر آخر 73 0 ایشان سوال کردن که میخوای نماز استجاری بخوانن ولی اعتماد ندارن و نمیدانی که آیا قرائتشان سعی است یا نه مطمئن نیستن یک راهنمایی خواستن از شما درود بر این شخصی که قصی خواندن نماز استجیاری رو داره یا حتی نماز پدر یا نماز مادر یا نماز کسی که از ما فوت شده و ما میخواییم نماز زرا بخوانیم فقای عظیم شان از جمله حضرت آیت الله العلوم سیستانی میفرمایند کسی که میخوای نماز بخونه باید قرائتش چی باشه صحیح باشه قرائت صحیح به این است جناب حسینی که کلمات عوض نکنه حروف عوض نکنه یعنی صاد سین نگویا سین صاد نگویه. تارا ذنگه دا طانگه که اگر این رقم باشه یعنی کلمات غلط بخونه وقتی کلمات غلط خونده شود معنا غلط میشه حتی برخی اوقات اگر حروف اشتباه خونده شود معنا چی میشه عوض میشه اگر این رقم نیست به اصطلاح حروف غلط نمیخونه کلمات غلط نمیخونه تقریبا به لحن عربی هم میخونه اینی می کاملا درست است مشکل نداره و او چیزی که قراه و کسایی که قرآن عظیم و شعنه میخوانه که بهش قاری میگن و قرآن جمع شد مم. او قراعت اوج قراعت که قرآن میخونه چه در قراعت و چه در ترتیل و جای دیگه او لازم نیست, نیست. پس حد علایش لازم نیست ولی امو که غلط خونده نشوه و کفایت میکنه و <تصفح> پیشنادی که ما برای از برادر بزرگوار که ممکنه ما رو ببینه و صدای ما رو بشنمه پیشنادی که داریم ایست که حالا که خیلی تکنولوژی پیشرفت کرده دیگه همین قرائتش حمد و سوره و امی از کار نماز تا سلامه مم. پر کنه برای ما روان کنه ان ما گوش میکنیم و اگر کدام جایی برای تذکر بود تذکرش میدیم اگرم که خوب بود میگیم که بسیار خوب است و میتونن نماز استیجاری بخونه نه تنها بیننده عزیز هر بیننده ای که اگر یک وقتی میگه که مثلا من دو چهار مشکله یا از کار نماز درست خوانده نمیتونم میتونه صداشو به ما روان کنه ما گوش کنیم و درست کنیم قرائتش سابقا خیلی سخت بود پیش مولا میرفتن و هفت هشت نفر میشیشتون جی، یک بس. نفر میخوند و شاید بعضی شرم میشنه در روی روی که رو 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 باشه شرم میشنه دیگه خب استاد هم دیگه زحمت میکشه ان اسلام یک میکن. وقت داریم یعنی بله بله میگن یک وقتی نفر مولا شیشته بود در مسجد کلی سوال میکرد که شما مثلا چند است وسلدین تن چند است یکی گفت که چند است ده یکی دیگه گفت وسلدین چند است گفت 20 <تصفح> اون <تصفح> کلی که دیگه خنده کردن خلاصه بسیار بود خفه شد خانه رفت بسیار خفه پدرش گفت چی شد بچه گفت فلان امروز ابری ما رفت گفت چی گپ شد گفت که مولا سوال کرد وسلدین چند است من گفتم 20 کلی که خنده کرد خودی وانه میگفتی 5 پدر است گفت او بیست از ما قبول نکرده ما اگر پنج میگفتم که هیچ قبول نمیکرد لذا این کار حل شده ایگره این قضایی حل شده بسیار حالی خب تشکر مبین سال محترم شوکرم. ما در این زمان سر میزنیم به اتاق فرمان و انشاءالله بعد از داشتن یک وقفه و دیدن میان برنامه بازم در خدمت شما از خواهیم بود با سوالاتی که بینندگانمان رایی کردن همراه ما باشید Allahumma salli ala Muhammadin wa Muhammad سبحان الله الجلیل سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له سبحان اعز الاکرم سبحان من لبس العز و هو له اهل سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری به صورت بخش زنده بخش احکام در خدمت سرور عزیزمان جناب حجت الاسلام و المسلمین و جای رسولی هستیم استاد محترم بیننده گرامی من به نمبر مثبت 93 افتاده افت چهار نمبر آخر 45 سفر هشت سوال کردن که نشستن بین دو سجده و همچنین نشستن بعد از سجده دوم درکت اول و سوم آیا واجب است یا مستحب که نظیر فکر کنم عزیزان دیگه هم سوال کرده بودن جلسه بله خدمت رو کنم که نشستن حضرت آیت الله لزما سیستانی و بسیاری از مراجع بزرگوار شیعه می بعد از اینکه انسان سجده اول رفت از سجده اول که بالا شد باید بنشینه یعنی واجبه واجبه مم. واجبه باید کاملا بدن آرام بگیره بعد از اینکه بدن آرام گرفت دوباره برو به سجده چندم دوم, دوم. خب بعد از سجده دوم دیگه ای فرق میکنه که ما در کدام وضعیت قرار داریم خب قطعا اگر در رکعت اول باشه بعد از سجده دوم هم درنگ کردن و مکس کردن بنابر احتیاط واجب میگن که بنابر احتیاط واجبه یعنی که بایش میگن جلسه استراحت مم. او جلسه استراحت چی میدیم؟ انجام میدیم بعد از سجده دوم کاملا بدن که آرام شد میخزیم برای نماز برای رکت بعدی بلن. اما خب در رکت دوم که دیگه او دوم است دیگه خودش چیز داره دیگه اونجا تشهد میخونه در رکعت سوم سو نماز مغرب هم امیر رقم است دیگه گپی مم. نیست دیگه بالا در کار نیست و اما در رکت سوم هم که نماز چهار رکتی هم قضیه هست پس واجب است بین دو تا سجده ما درنگ کنیم تعمل کنیم که کاملا بدن ما چی بگیره آرام بگیره و همچنین بعد از سجده دوم در رکت اول و در رکت سوم نمازهای چند رکتی چهار رکتی هم واجبه که انسان درنگ کنه کاملا بدنش که آرام شد که به نامش میگن جلسه چی استراحت بالا شو و رکت بعدی را بخونه صد وقت دیده میشه یکان نفر نماز که میخونن شاید همو درنگ داشته باشن ولی خوبیت کامل نمیشینن از اون سر که از مهر ور میدارن میبردن اون اونجا یک چهار او درنگ اکسان. نمیگن نشستن باید باشه باید نشستن باشه باید باید کاملا نشستن باشه بدنش کاملا چی بگیره آرام بگیره بعد از او بره, بره, بره کوی به سجده دوم البته حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرماید اگر کسی ایره این کار را انجام نمیداده و جاهل قاصر بوده یعنی <applause> یاد نگرفته نمیتونسته یاد بگیره یا یاد گرفته فراموش کرده در این زمینه میگن که اشکالی نداره ولی بعدها که متوجه از قضیه شد حتما الا و لابد باید اینو چی کنه رعایت کنه البته شاید بعضی باز همون توجیهات میه که خب شاید وقت کم است و عجله دارن اینا ولی خب نمی سر و نماز یا هر کل شاید در چند ثانیه تفاوت باشه اینشالله بله. که ما بتانیم این نماز صحیح بخونیم مصبت 93 افتاد نمره نمبر آخر پینجا سفر از کشور عزیز ما افغانستان هستن یه برادر یا خواهر گرامی سوال کردن که در فرض نبودن مهر چه حکمی هست چه این سوالات خیلی زیاد سال میشه دیگه مثلا ما هست دیگه اتفاق میفته سوالات تکراری هست ولی خب چون مردم سوال میکنن یک وقتی مثلا ما مشغول خواندن نماز هستیم یکی پایش میخوره مور ما مور میره جای دیگه یا یک کودک مور میخوره میگیره ولی خب میره ما میمونیم بدون مور خب فرض های مختلف در اینجا از آیت الله العظمی سیستانی میفرماند که انسان در این فرض اگر یک زمینه هست که مثلا میتونه فرش بزنه کنار و فرش مثلا سنگ فرش هست سنگ یا سنگ چیزی دیگه هست که میتونه برای همون چی کنه؟ سجده کنه یا اگر کدام چوبی یا چوبی که میگیم مثلا اون کسی چوب در جیبش باشه هست دیگه مال شانه های چوبی هست دیگه شانه که از چوب ساخته شده و اتفاقا در روایت هم خیلی تاکید شده که شانه از چی باشه از چوب باشه چوب. شانه چوبی در جیبش هست مم. مثلا خب او چیز میکنه سجده میکنه یا دیدی که بعضی خلالش ده جیبش هست اما خلالایی که ده وطن ما هست دیگه به نام بله. چوب همین خلالایی که که دندان خلال میکنه که خیلی هم توصیه شده بله. برای دندان و لسه بسیار مفید است از او چوب ده دی جیبش دی دیگه ما خودی ده بودیم دیگه در وطن بود اما رقم خم بعضی آدم پیشی مور خودشان میماندن بعضی دادو می جیبشان میدن اگر یک چیزی هم در جیبش باشه خب میتونه همو خوردم که باشه هیچش کنه همو مم. قدر که مسمای سجده مم. باشه یعنی بگن که برای یک چیزی سجده کرد که سجده کردن بر او جایز است که حالا سنگ باشه یا چوب مم. باشه یا اگر مم. کاغذی باشه البته کاغذی که میگن خب معمولا کاغذی که از چوب ساخته شده باشه مم. یا حتی دستمال کاغذی که اگر باشه که ما بدونیم که دستمال کاغذی از چوب ساخته شده نه که از چیزهای دیگه ساخته شده باشه حتی از پنبه و کتان اگر ساخته شده باشه باز مشکلی نداره, نداره. برای نام سجده کنه و اگر هیچ چیزی نبود به لباس خودش میتونه انسان چی سجده کنه مثلا خود های افغانی دیگه میشه به سجده کرد یا مثلا همین تازاری که انسان همراهش به سجده کنه یا خانومی است برامو چادری خودش سجده کنه اگر اونا هیچ کدوم از اونا نبود خب بر همون فرش یا گلیم یا هر چیزی که هست میتونه سجده کنه بعضی عادت دارن فهم میکنن که جای مهر چیزی مثل ناخن نه 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 کنه. به هیچ عنوان حضرت آیت الله العظما سیستانی به هیچ عنوان را که به استرا تصور شما قبلا برای این بود که میگن آخرین جایی که شما نتونستی سجده, سجده کنی ام. بر این ناخن خیر این مطلب هیچ آه. در فتوای حضرت آیت الله العظما سیستانی فتوا نداره نخیر بر لباس سجده میکنه نوید به او دست از بینندگان عزیزی که امیال دارن برنامه را سیل میکنن و همین حکمی که بسیار از همشهری متصفانه نمیفهمن خب یک مطلبی که شوهر شده دیگه بله میگن آخرین مورد اگر چیزی نبود بر خیلی کل کلک بل میارد. کلک خود سجده نکنی هیچ بر, ایج بر ایج کلک اصلا ایج ایج بر کلک لازم نیست قبلش باید دو چیزا را لحاظ کنه اگر هیچ چیز نبود بر همو فرشی که هست میتونه سجده کنه بسیار شرایط استراریس و اما کدام سوالا رو بخونیم استاد بله وطن عزیز من از پاکستان منم برای مثبت 92 348 73 80 ایشان سوال کردن که آیا نماز خوندن در مقابل عکس کدام مشکلی داره این هم سوال سوال است که خیلی زیاد سوال مبتلابه شده مبتلابه ما مبتلا به و بله. با ما بارهایی را پاسخ دادیم نماز خوندن در مقابل عکس یعنی حرام نیست هیچ مشکل خاصی نداره ولی مکروه مکروه هم ما توضیح دادیم بارها به با بینندگان عزیز عرض کردیم که مکروه در عبادت و معنایی که ثواب کمه یعنی اگر ده درجه قرار باشه ثواب بده شما به طرف عکس وقتی نماز بخوانی نه درجه میشه کم میشه ثواب نمازت همین رقم از گفتن در مقابل انسان مثلا نفر شیشتا تکیه کرده به دیوار تسبیح میندازه طرق طرق شما در مقابل ازو چی میکنی نماز میخونی مکروه یعنی ثواب نمازت کم میشه در مقابل در باز در باز شما نماز میخونی مکروه در گلخان آشپزخانه مقابل آتش مقابل شب <تصفح> نماز خواندم کراحت دارم حالا اگر اون شخص در جای نماز میخونه هیچ فکرش به او تصویر یا به او قاب عکس نو نه نباشه متوجه درود بر شما اصلا خواندن نماز در اتاقی که عکسه عکس جان داره ولو پشت سره سمت <applause> این جاندار که میگن میشه که یک منظره هم باشه درختی باشه اینا جاندار آه جاندار میشه زیرو مراد از جاندار زیرو یعنی و حیوانات باشه چی پشت سر باشه چی بغل انسان باشه چه جلب انسان مکروه هست زمانی که جلب انسان باشه کراحتش بیشتره شدیدتره ببخشید دیگه اولی سوالی به ذهن من در مقابل آینه چیست؟ مقابل آینه که خودش انسان میبینه اینی اینی حکم داره که انه یعنی او یک نفر شیشته یک و که انه او که تصویر درود بر یک جای یه چیز پرتن در سرش بله که دیدن نشه یعنی خودت در اون نبینی کسای دیگه هم که تیروبر میشه و دیده نشه که دیده شه و حکم تصویر داره بله بسیار عالی مثبت 93 77 4 نمبر آخر 99 59 بیننده محترم ماست که سوال کردن که سوزاندن چه نام های گناه دارد؟ خدمت ارز کنم که سوزاندن قرآن عظیم و شن، که بی احترامی و حد که حرمت است یعنی ما مثلا قرآن داریم ما سابقه یادم می آید وطنهای ما بسیار دهی نکات توجه میکردن یک جاهایی بود به نام مزار قرآن یعنی قرانایی که از حیز انتفاع خارج میشدن مثلا خیلی کهنه میشدن فرسوده میشدن میبردن اونجا دفن میکردن قرآن ها را خدا خدا. و برخی از مردم هم که تیر میشدن تبرک میکردن به او چرا ام. چون قران دفن اینجا کلام الهی بله میگفتن مزار قرآن. قران ها رو کلی اونجا میگذاشتن و دفن میکردن که به مرور زمان خوب میگفتن به اونجا مزار قران مزار قران مزار جایی که بله مزار این جایی که مثلا قبره یعنی قشنگ قران اونجا قران های که پارا هم میشدن و دیگه مثلا نمی استفاده خارج استفاده خارج میشد دفن میکردم خیلی بسیار کار کار خوب و پسندیده و اتفاقا دو جای بالا دستم بود اینکه نبود که مثلا زیر دست باشه که کسی تیر بیر و زیر پای شه و یا عیوانی چیزی دیگه بسیار کار کار پسندیده و خوبیه پس بنابراین آتش زدنش حد که حرمت است باید اگر قرآنی که فرسوده شد یک جایی دفنش کنن و همچنین اسماء الهی یعنی نام خدای تبارک و تعالی مثلا یک نوشته ادریش نام خدا الله یا رحمان رحیم اسم و صفات الهی باشه خب قطعا سوزاندن این نام حد که حرمت است و همچنین اسامی پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین که اگر حد که حرمت حساب شود که میشه و دیگه سوزاندن از اینا مم. حد که حرمت حساب میشه و وقتی حد که حرمت حساب شود دیگه جایز نیست ما اینا رو بسوزونیم البته اینا رو میشه در آبم حل کرد مثلا یک آب یا یک اسید یک چیز تیزاب داخل تیز آب پروتئین ها حل شود دیگه و حکم نداره, نداره داخل یک آب بگذاره که اینا بعد از مدتی حل شود تبدیل به خمیر شو و حکم نداره. نداره بله همین بعضی بعض جا نمیشه که پاکتکای مونده در بغل دیوار بله. که از متبرک بله جمعوری بله 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 میشه و اونا را یک بسیار به صورت محترمانه یک تور که دیگه زیر دست نشه حالا یا خمیر میکنن یا یک جای دفن میکنن آخه اگر یا در آب میپرتن دوباره در چرخه تولید هیچ مشکل به محض همون زمانی که این خمیر شد دیگه, دیگه مستحلک میشه نام خدای دیگه نیست قرآنی دیگه نیست, درست. نیست. بله بسیار عالی و اما بیننده محترم من به نمبر مثبت 93 74, 74 نمبر آخر 68 79 ایشان سوال کردن که آیا وضو گرفتن شخص جنوب قبل از غسل جنابت صحیح یعنی؟ نه خیر حضرت آیت الله علیه سیستانی حفظه الله تعالی می که اگر شخص جنوب شد و محصی که غسل جنابت انجام داد دیگه کافیه وضو گرفتن ایش بخی مشروعیت نداره یعنی وضو بگیری نباید وضو بگیری اصلا نباید وضو بگیری مم. حالی خواه عجله کرده دیگه قبل از اینکه بخواه و غسل انجام بده وضو میگیره این وضو هیچ اثری نداره که ان لم یکن شیئا مذکورا زمانی اثر داره که شما به تعبیر حدث اکبر نباشه جنابت حدث چیه اکبر. با بودن حدث اکبر شما وضو بگیری دیگه کارا بکن هیچ فایده ای نداره. نداره البته یک سری خاصیت های داره برخی از وضوها که همینجوری بهتر است بینندگان ما بگویم. مثلا کسی <coughs> جنوب است بلی. و گفتن خب انسان جنوب غذا خوردن مکروه خوب نیست نه که حرام نیست خوب نیست قشن با چی کار کنه میگه برای رفع از ای کراحت وضو بگیره این وضو این خاصیت داره ولی این وضوعی که بتونی با این نماز بخوانی و این گپا اصلا نیست, نیست. بسیار عالی خب سر محترم یک وقفه دیگه داشته باشیم به اتفاق بینندگان عزیزمان البته که صحبت های استاد محترم و سوالات که خودتان پرسان میکنید خستگی نداره ولی بازم بابا من با به یک تنفسی وقفه داشته باشیم و انشالله باز در خدمت شما از خواهیم بود با قسمت انتهای برنامه در, خدمتان خدمت هستیم انشالله سلام مجدد عرض میکنم خدمت بینندگان عزیزمان با قسمت انتهایی برنامه به وقت بیداری بخش احکام مهمان لحظات شما خوبان هستیم و ما 92 316 4 نمبر آخر 66 88 امشب البته سوالاتی که عزیزان و هموطنانمون از کشور پاکستان رای کردن سوالات چون زیادتر بودن شما سوال کردن مادر گرامی که هموطن ما هستن و ساکن پاکستان مطلبی که نوشته کردن است که پسر همسایهشان معتاد شده متاسفانه ولی مادرشان که شاید خب با این ارتباط دارن مادرشان خبر نداره حالا خودشان چرا خبر شده چیزی نگفتن آیا اجازه داره که این شخص از یه قضیه مادر و جوان و نوجوان که تازه متاسفانه آلوده شده مادرش در جریان از بسیار سوال خوبی است و متاسفانه خب در دوره حالا به خاطر مشکلات عدیده ای که از مشکلات اقتصادی غیر اقتصادی و این قضیه در بین جوانان در شاید کل خاورمیانه شاید بخی کل جهان این مسئله دچار مشکلند و جوانان معتاد میشن ما یک قایده کلی خدمت شما و خدمت از بیننده عزیز باید عرض کنیم ما ای که از معتاد بودن یک شخص تا یک جای دیگه نقل کنم بو قطعی غیبت است دیگه چون اعتیاد یک عیبه البته در اوایلش عیب است که زیاد آشکار هم نیست دیگه طرف مثلا وقتی معتاد است اول بسیار در خودش هم خوب میرسه ولی یک عیب داره خلاصه این که ما عیب از پیش کسای دیگه بگویم این ای تو نیست که به ما پیش احمد و محمود و همسایه و نمیدونم خاله و بوله و بچه خاله اینا شروع کنم بگم فلانی اعتیاد داری ای این علمو غیبت است هیچ فرقی نمیکنه. هرچند که اون شخص همتن <applause> باشه هم اون رقم باشه دیگه که نباشه که توهمت و افترا <applause> و این گپو که بسیار کار خراب است دیگه میگن بعضی‌ها میگن میگه چرا پشت سر بندی خدا میگه خب همین رقم است خب میگه میگه رقم که هست نباید بگویی که اگر نباشه گوی توهمت است و شما یه چیز دیگه اضافه کردی یک قاعده کلیه ما جایی میتونیم عیب نفر را بگوییم غیبت نفر را بگوییم که یک تأثیره که داشته باشه مثلا شما پیش قاضی میتونی نفر شکایت کردی از نفر پیش قاضی میتونی غیبت زیر بگوی یا عیبای زیر بگوی چرا چون میخوای ترتیب اثر داده شود لازم پیش مادرش اگر احساس میکنه که مادرش میتونه یک کاری بکنه نجات بتیره بالاخره کلینیک ببره پیش دکتر ببره پیش یک نفر متخصص ببره که ایر نجات بده از این کار خب بله میتونه ایرا پیش مادرش بگویه و اگر اگر میدونه که نه پیش مادرش بگویه هیچ مشکلی حل نمیشه هیچی که بلکه بر مشکلاتم چی میشه افزوده مم. میشه چون در خانه ها و در خانواده ها دیده شده بعضیا روش برخورد با یک انسان معتاد بلد نیستن تجربه ندارن حالا سوادش ندارن چه هر چیز که شما میگی و بینندوان ما قیاس میکنن میخواین به تعبیری که ابرور تیار مم. کنن چشم چی میکنن جون چشم کور چشمه کور, کور میکنن <applause> کار خوبی انجام بده اما خب دیگه مثلا از جمله میگه خب برو بچه فلانی رو سیکو دکتر شده مم. مهندس شده تو یا مثلا انجینیر شده تو ده خانه میشینی پودر میزنی وی جوانی که حالا بالاخره گرفتار از این قضیه است اینو خودی که تخریب کرده بلده منفجر کردی کرده شخصیت از اگر یک کمک هم خوب بود دیگه از این دیگه هم ما خلاص پس لذا اگر مادرش احساس میکنه که مادرش میتونه کاری انجام بده کار را بکنه اگر هم احساس میکنه که مادرش نمیتونه کاری انجام بده نگو مادر بنده خدای بعد وقت زیر چی دچار مشکل میکنه و مادرش بالاخره وقتی خبر شود تشویش میکنه اگر خود از خواهر یا خود از مادر اگر میتونه یک کاری بکنه دست از ای جوانه بگیره و قطعا این کار را بهترش هموز بهتر بله همون تو که فرمودن استاد محترم خواهر کسی قطعا یک ضعف هایی داره و یه ضعف ها را گفتنش درست نیست امیر من یک نکته دیگه بله. مثلا اینجا اضافه کنم به خاطر زی بگم مثلا طرف آمده پیش من مرا به عنوان امین مثلا گفته یک بچه میخواد داماد شوه گفته برو تحقیق کنیم این آمده پیش من که این بچه عیب و ایرادایی داره یا نداره اینج چون من مورد اطمینان از هستم اگر عیب و ایرادی از اون بچه میدونم میتونم وظیفه داره یعنی جایز غیبت کنم نه. اینجا جایزه ولی اگر نهی گپا نباشه یا یک نفری میخوای به یک نفر دیگه شریک شوه آمده از ما تحقیق میکنه مگه این نفر چرا خم نفر است آدم خوب است خوب نیست اهل معامله هست یا نیست ما اگر چیزی اطلاع داشته باشه و عیب و ایرادی از او میتونم اینج غیبت از رو بگویم اما برای کسی دیگه ای که سر کوچه ای طرف ده او خیابان ده. هر کسی دیگه نمیتونم ما عیبا و ایرادای زیره بگویم که نامش باشه غیبت باشه بله مطلب شما سالی روایت نورانی رو به یاد ما آورد که یکی از ذات معصوم میفهمند تو بال من شغل عیوب او ان الناس بله خوش بالو کسی که با به عیب خودش مشغول نشه یعنی پرداختن به عیب های خودش او را از عیب جویی نسبت به دیگران باز می داره اینقدر انسان دا خسر و کلی خودش عیب است که به همینا که مشغول شو و همینا رو بخوای از بدن خود رفت کنه از اخلاق خود رفت دیگه به عیب مردم اصلا نمی رسد. او نمی کسی که به عیب است خب مشخص است کیست گفت میخواست بگیرد ذ علی نقطه ضعفی بیچاره ندانست علی نقطه نداره معصومین علیه مسلم هستن وگرنه که هر کسی بسیار عالی من پول ارتباطی رو خدمت بینندگان عزیز یک برفع دیگه اعلام میکنم نمبر مثبت 964 780 255 40 13 پول ارتباطی ما و شما بینندگان محترم است در هر لحظه ای سوال پیشنهادی که دارین میتونین با ما در میان بانین و انشالله که پاسخشم میشنوین شاید ما یک سال دیگر بیشتر نتونیم استاد برسیم برشان همزبان تاجیک عزیز ما به نمبر مثبت 992 93 4 نمبر آخر 0413 4 سوال کردن که ما در اینجا سر بازی کمپیوتری کمپیوتر فوتبال شرط بندی میکنیم آیا این کار جایز است یا یعنی نه مشکلی داره خدمتتون عرض کنم که انسان وقتی قضیه شرط بندی پیش بیایه چی ده فوتبال باشه هر چیزی که خدمت کنم در او شرط بندی باشه جایز نیست پس حتی شرط بندی رقم میتونه شرط بندی باشه مثلا قرآن میخوانن با هم دیگر مثلا قرآن یک سفر با هم دیگر شروع میکنن و خواندن شرط بندی میگه هر کس زودتر ایره ختم کرد مثلا از اول صفحه تا آخر سفر خان او کسی که زودتر او برنده است و کسی که دیرتر خوان او چی میشه بازنده میشه و اینی می دی میگم مثلا بگین یک چیز بگیره ساندویچ بگیره یک نوشابه بگیره یک فانتای چیزی بگیره اینی هم قمار است و جایز نیست. نیست. بله مطلقا جایز نیست که در این ها ما شرط بندی کنیم سر فوتبال دیگر را شرط بندی کردن جایز نیست سر اسبدوانی جایز نیست سر کشتی گرفتن نیست. جایز نیست هیچ کدام از اینا شرط بندی جایز, نیست, بله. حالا بعض وقتا دیده میشه که یعنی لفظ شرط بندی رو عوض میشه میگه ما نظر می <تصحیح> <تصحیح> نظر می بندیم میشه نظر از خودش قاعده داره حسین قانون داره مثلا ما نظر میکنم که نظر تو لله تبارک و تعالی که فلان کار انجام بتم من نظر میکنم که اگر تانستم مثلا غیبت از زندگی خودم بردارم اینی کار را میکنم ولی این چی رقم مثلا ما نظر میکنم مثلا دو دونه تیم با هم دیگر بازی میکنه خب ما چی رقم نظر کنم مفهومی نداره، اما شرط بندی است منتا میخوای حالا بخاطر ازی که مثلا نام شرط بندی نباشه میگه مثلا نظر میکنیم اگر واقعا این خدایش پیغمبریش بتونه سیغه نظر تطبیق بده او نظر باشه و با اشکال نداره و اگر نه کلی گزی کارا قماربازی و شرط بندیه <تصفيق> <تصفيق> بسیار عالی تشکر میکنم استاد دارد محترم دارد و همچنین از همه شما عزیزان که تا همراه برنامه خودتان بودین پایان برنامه است و میخواهیم از استاد <applause> گرامیمان که در حق ما و بینندگان عزیزمان دایب بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى محمد خدایا طرب عزت پیامبر گرامی اسلام ائمه معصومین و صحابه کبرا کبار ما را به معارف قران و معارف که زبان دربار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ائمه معصومین به ما رسیده آشنا بگردان توفیق يعني. بندگی و همه بفرما اللهم يعني. صل على محمد و محمد وعجل محمد عجل عجل فرجهم. فرجهم تا دیدار بعدی همه شما از آن را به خداوند مهربان می سپاریم خدایا رو نگهدارتان <applause>